بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام و علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من ولا. سلام و سلام و درود خدمت شما عزیزان شما خوبانی که در مسیر شناخت هویت ملی و اصیل خود ما با ما همراه هستید در برق زدن در تاریخ با شکوه خودمون دوران طلایی خودمون که شخصیت های بسیار بارزی رو ما در جهان خودمون داشتیم و تا امروز نام هایی که هنوز در واقع به زحمت اونها الان اگر ما فارسی حرف میزنیم جزی از زحمت های اون بزرگان بود که فارسی ما برخلاف خیلی از زبان‌ها، خیلی از زبان‌ها در دوران مختلف دستخوش تغییر و تحولات بسیار بزرگی میشن. شما اگر بخواید مثلا ادبیات انگلیسی رو بخواید بخونید الان کسی نیست که بتونه بفهمه که آقای شکسپیر مثلا چی میگفته، حرف‌های شکسپیر که به چندی از عمرش نمیگذره برای انگلیسی‌ها غیر مفهوم هست، هر فای بسیاری از شاعرانی که هنوز قبراشون خشک نشده در هند و پاکستان برای اردو زبانان فهمیدنشون مشکل هست اما ما با یک راحتی حرفای رودکی رو میفهمیم فردوسی وقتی حرف میزنه گویا که همین امروز حرف میزنه سعدی که حرف سعدی حرفی است که ما تو خونمون هر روز باش حرف میزنیم زبان عطار نیشابوری زبان امروزی ماست و در واقع زبان امروزی ما نیست این زبان اونها بود که اونها حفظش کردند ادبیات فارسی رو زبان فارسی رو حفظ کردند و امروز ما به برکت زحمت های اونها زبانمون زبان شیوا و روشنی هست و همه ی همه جهان فارس همدیگر رو میفهمیم و نه تنها جهان فارس بلکه میراس ما میراث بسیار خوبی بود که به کشورهای دیگر هم صادر شد ترکه ها فارسی رو به عنوان زبان علمی خودشون قرنها قبول داشتند هند و پاکستان و این منطقه شبه قاره هند زبان فارسی در اونجا رواج داشت در بسیاری از کشورهای ترکمن و در گوشهایی از چین و برخی از مناطقی که در زیر استعمار روسیه بعدها شوروی تا جماهیر شوروی بود در همه این بسیار کشورها زبان فارسی رواج داشت و این به خاطر اون زحمت هایی بود که نیاکان اصیل ما بودن. از جمله افرادی که نام نامینی هست در آسمان مجد و عظمت سرزمین فارس حکیم نظامی گنجایی است حکیم نظامی گنجایی رو به عنوان یک عالم و دانشمند و اندیشمند در علوم ادبی در ادبیات در ستاره شناسی در علوم اسلامی در فقه در فلسفه و در ادبیات عرب میتونیم ازش نام ببریم شخصیتی که به حال این ویژگی البته ویژگی همه شاعران اصیل و نیاکان ماست که به در علومشون یک حالت به سلام المعارفی داشتن که در زمینه های مختلف متخصص بودند. از زندگی نظامی گنجه ای که زاده سال 535 هست در غالب امر و بین سالهای 602 تا 614 وفات کرده زیاد از زندگی ایشون ما اطلاع چندانی نداریم در روایت های مختلفی که اومده یک زد و داره که به درست نشون نمیده حالا چرا و چه مثلا مسائلی در طی تاریخ رو داده که مثلا بسیاری از یا زندگیشون در حاله ای از ابهام به سر ببره خب جای بحثش نیست ایشون در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان فعلی به دنیا اومده که اون زمان جزی از سرزمین ایران یا فارس بود و به صلاح اومده که به صلاح مدت زمانی رو هم در زهد و عزلت به سر بردن و سفرهای به این سو و اون سو داشتن و در نهایت هم در خود گنجه چشم از جهان فرو بستن حکیم نظامی گنجی مطرح بودنش این است که در ادبیات ایشون در واقع ادبیات غنایی ما در داستان سرایی به اوج خودش رسید و پخته شد در واقع ایشون یک داستان سرای بسیار ماهیری بودند که به زب در زبان فارسی خدمت های بسیار شایانی کردند به طوری که در ردیف فردوسی و سعدی از ایشون نام برده میشه که همونطور که فردوسی و سعدی سبک خاصی رو برای خودشون داشتن در ادبیات فارسی ایشون هم یک سبک ویژه خودشون داشتند که این سبکش منعکس شد بر ادبیات بسیاری از شاعران دیگر و ادبیان دیگر در صده مختلف سرزمین فارس و ادبیات فارس و حتی غیر از سرزمین فارس اونهایی که به ادبیات فارس در مناطق دیگه به خصوص هند مینوشتند، اونها متاثر شدند و ازشون رنگ گرفتند همینطور ادبیات غیر فارسی مثل مثلا ادبیات اردو و پشتو و ادبیات ترکی و آذری و غیره از به نظامی گنجه‌ای رنگ گرفتند و استفاده کردند اثر معروف و شاهکار بیمانندی که ایشون بیادگار گذاشتن کتابشون یا همون به پنج گنج یا خمسه هست که همه تقریبا با اون آشنا هستیم و میگن که ایشون سی سال روی این کتابشون زحمت کشیدن از جمله این که به پنج گنج به خب پنج تا گنجینه سخن و ادبیات هست اولینش هست مخزن الاسرار که از نمونه های بارز ادبیات در زبان فارسی است در بحر سری و در حدود 2260 بیت داره و دویست مقاله در اخلاق و مواعظ و حکمت که در حدود سال ۵۷۰ هجری بسیار در وقتی که ایشون تقریبا ۴۰ ساله بودند این قسمت از کتاب رو نوشتند مبحث دوم پنج گنج شیرین هست که در حدود 6500 بیت شعر هست که در سال ۵۷۶ این رو به پایان رسوندند مبحث سوم لیلی و مجنون هست که این لیلی و مجنون دیگه در همه ادبیات جا پا پیدا کرده در زبانهای مختلف هم, میشون هم کتابشون ترجمه شده هم به صلاح مفکوره این کتاب به زبانهای دیگه منتقل شده و در اونجا هم اهل قلم بر همین منوال کتابها و شعرها چه در شهر به صورت داستانهای عاشقانه و چه به صورت کتاب های منصور و رمان ها که به چارمش هفت پیکر هست که به بهرام نامه و هفت گنبد هم به نامیده میشه و در حدود 5136 بیت هست اسکندر نامه که بزرگترینش از حدود 10500 شاید بیت باشه در دو بخش شرفنامه و اقبال نامه هست که ایشون به رشته تحریر در آوردن و دیوان قصاید ایشون که عبارت از مجموعی از قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات هم شاخصه هست و اون چیزی که به صلاح نظامی گنجوی رو مطرح میکنه بیشتر اون به قبولیتی که در ادبیات کسب کرده و اون شهرتی که در, در پیش اهل قلم و اهل ذوق و ادب ایشون به دست آوردن به خصوص اینی که به هر حال در داستان سرایی ویژگی و خاصی داشتن این شعر غنایی که داستان رو به سر میاره خودش اصلا داستانی چیزی هست که انسان رو جذب میکنه قصه جذاب هست وقتی که باز این قصه به صورت شعر غنایی خوب باشه خب جذابیتش 200 چندان زیاد میشه اما یه موردی که ما متاسفانه هم با نظامی گنجوی روبرو هستیم و هم با دیگر شاعران و عدیبانمون سانسور ادبیات اینهاست و به صلاح کارهاشون که خب نظامی گنجه ای خب به بهانه اخلاق و به بهانه چی در حالی که نظامی در اختیار واجه هاش بسیار دقیق بسیار معدب و بسیار این مسائل به بافت جامعه و فرهنگ جامعه رو درک میکنه و بس به هر حال همونطور که قبلا هم اشاره شد همیشه ادبای ما ادیبان و سخنوران و شاعران ما از جمله علما بودند و از جمله فقها بودند و ایشون یک فقیه زبردستی هستند و اختیار واجه دقیق هست با این وجود واجه های ایشون مورد سانسور و تحریف قرار گرفته و به خصوص موردی که ما داشتیم و داریم متاسفانه این هست که چون در جامعه ما این باد به تابستانی صفویت این ابری که بر جامعه ما به ابر سیاهی که نشسته فرهنگ و بینش صفویت چون که اساس و ریشه در عمق تاریخی ما نداره ما مثلا علما و اندیشمندانی از زمانی که صفویت و تشیع امروزی یا حاکم بر جامعه ما به سایه سنگینش رو بر کشور ما گذاشته ما خب نه علمای بزرگی داریم نه اندیشمندان بزرگی داریم و نه شعرا و اهل قلم بزرگی که همیشه هم میگیم که آقا شعر فارسی با عبدالرحمن جامی مرد خب چرا بمیده؟ چرا مثلا در حالی که ادبیات و زبانهای دیگه در حال رشد هستند ادبیات کشورهای دیگه در حال رشد هست همه وقتی که در حال رشد هستند چرا ما به سوی عقب برگردیم این بیانگر همین اینه که ما در واقع از پوست خودمون رفتیم بیرون ما لباسی که شایسته ما بود اون هویتی که ما مال ما بود اون قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بر در زیر سایه اونها ما رشد کردیم اونها رو ما انداختیم کنار و یک به مذهب هلامی مندراوردی که خدا میدونه این آخوند موزی این رو چطور ساخته این رو قبول کردیم و خب در این مذهب جز گریه جز حقد و کینه جز خدا هم زدن جز زندگی در تاریخ و جز بیل ورداشتن و مردگان رو از تاریخ در آوردن و زدن و کوفتن و دوباره دفن کردن چیزی دیگه ای توش نیست همه سال ما عزاز همهش سرکوف زدن هست و همهش سیاه پوشت بودن هست خب چطور ما پیشرفت می‌خونیم و چطور ما رشد میکنیم کتاب لیلی و مجنون نظامی گنجوی انعکاس بسیار بزرگی داشت در ادبیات کردی، پشتو، اردو و زبانهای دیگه و افرادی که به زبان فارسی می نوشتند مثل امیر خسروی دهلوی که ایشون یکی از بزرگترین مقلدان منظومه لیلی مجنون در فارسی هستند نوردین عبدالرحمن جامی ایشون هم در کتابشون هفت پیکر در واقع منظومه لیلی مجنون رو بازافرینی کردن در دوره های بعد ما افرادی رو داریم که در این مسیر سعی کردن به با توجه به اون مفکوری لیلی و مجنون اونها هم یه کارهایی رو تقدیم کنند به روایت هایی که الان در از لیلی و مجنون بر زبان های مختلف اومده فرق میکنه حالا اون بینش امیر خسروه دهلوی غیر از اون چیزی هست که نظامی گنجوی تقدیم کرده و همچنین اون چیزی که جامی روایت میکنه غیر از روایت داستان از زبان به سلام ای است چرا ظرف مرا بشکست لیلی اگر با من نبودش هیچ میلی این هم از به همون سرمستی مجنون رو نشون میده در روایت جامی حکیم ابو محمد الیاس ابن یوسف زکی ابن معید نظامی این بهترین از جمله بهترین شاعران داستان سرای ماست که آوازش همه تاریخ رو پر کرده و ایشون هم مثل سایر ادیبان و سخنوران و نامه بزرگ تاریخ سرزمین ما ستاره های درخشان این سرزمین ایشون هم از عاشقان و والهان مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و از دوستداران یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم برخلاف اون چیزی که به صلاح صفویت در جامعه ما نشر میکنه که همه ادیبان تشیع بودند یا صفوی بودند در مصنوی لیلی و مجنون در نعت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون خلفا رو چنین یاد میکنن وین خانه هفت سخف کرده آسمون های هفت سخف یعنی کون و مکان وین خانه هفت سخف کرده بر چهار خلیفه وقف کرده خداوند این کون و مکان رو بر چهار خلیفه وقف کرده صدیق به صدق پیشوا بود فاروق ز فرق هم جدا بود صدیق که خاطر صدقش به خاطر راست پنداریش از رسول خدا و اعتماد بسیار زیادش بر رسول الله صلی الله علیه وسلم این وصف صدیقیت رو به ارمغان گرفتند از رسول خدا صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر که وصف فاروقیت رو و آن پیر حیای خدا ترس با شیر خدا بود هم درس عثمان با حیا که عثمان در ادبیات کلاسیک ما همیشه رمز حیاست رمز زنورین هست که دوتا از همسران هم دختران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو در اختیار داشته یعنی دوبار داماد پیامبر بوده و همچنین جامعه قرآن هست به این صورت شناخته میشه حضرت علی با شجاعت و دریری شناخته میشه در اینجا میفرمایند که آن پیر حیای خدا ترس عثمان با تقوا و با حیا با شیر خدا حضرت علی هم درس بودن یعنی هم زلف بودند. هر دو تا دامادای رسول خدا بودند. هر چارز یک نور بودن ریحان یک آب خورد بودند. زین چهار خلیفه ملک شد راست خانه به چهار حد مهیاست که اتاق رو وقتی میخوایم بسازیم چهار تا ستون میسازیم برایش که محکم باشه یا چهار دیواری هست که محکمش میکنه و همچنین این خانه دین با چهار دیوار این خلفا استحکام پیدا کرد همونطوری که شاولی الله دهلوی میفرمایند که خداوند متعال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو مهیا کردند برای رساندن پیام پیام آسمون رو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسوندن و این پیام رو استحکام دادن و در زمین قائم کردن و سابش کردن واسه این خداوند متعال حضرت ابو بکر صدیق رو محیا کردن و برای نشر این پیام و رساندن اون به عالمیان حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مجمعین رو خداوند متعال برگزیدند. ز آمیزش این چارگانه شد خوشنمک این چهار خانه دین را که چهار ساق دادی زینگونه چهار تاق دادی و در ستایش خلفا در شرفنامه در مصنوی شرفنامه در معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و از چاریار یار باز سخن میگه و میفرماید ندانم که شب را چه احوال بود شبی بود یا که خود یک سال بود چو شاید جانهای ما در دمی براید به پیراهن عالمی تن از صافی تر از جان ماست اگر شد به یک لحظه و آمد رواست به از گوهر جان نسارش کنم سناخانی چهار یارش کنم به مهر علی گرچه محکم پیم ز عشق عمر نیز خالی نیم این به بینش و اعتقاد و تصور علما و نیاکان ما بود که به مهر علی گرچه محکم پیم که همیشه دلشون پر از مهر علی و خاندان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود اما در این حال زه عشق عمر نیز خالی نبودند عمری که پس پدر خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند عمری که داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم از راه فاطمه زهرا دختر فاطمه زهرا رو در عقد خودشون دارند عمری که علی مرتضا رضی الله عنه ام کلسوم دختر فاطمه رو به عقد عمر در آوردند و از این ازدواج زید ابن عمر نوه به صلاح نوه نوه پیانبر متولد شدن به مهر علی گرچه محکم پیم ز عشق عمر نیز خالی نیم همیدون در این چشم روشن دماغ ابو بکر شم از تو عثمان چراغ بدان چهار سلطان درویش نام شده چهار تکبیر دولت تمام چهار تکبیر دولت و استقرار این امت استقرار اذان اون امت که الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر چهار مرتبه باشه همین چهار در توصیف نظامی گنجه ای این نام نامین سرزمین ما و یکی از نیاکان بزرگ ما ایشون هم همونطور که ملاحظه میفرمایید از عاشقان و والهان صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند و هر کسی که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران و چهار یار رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو دوست نداشته باشه و اونها رو نشناسه و با اونها دشمنی داشته باشه اون رو از دایره این دین و این بینش و از قرآن و سنت جدا میدونه همه یه نیاکان ما بر این باور بودن چرا اشاره کردن به این موارد در ادبیات ما در همون صداهای های به سلام شش و 7 مطرح بود چون که به بعضی از بینش های کج در حال بروز بود برخی از اندیشه های کج صفوییت منش که بعدها در شکل صفویت ظهور کرد و در اون زمان به مذاهب مختلف تشیع چه حالا اسماعیلی بود و چه قرموتی بود و چه نمیدونم چند امامی بود و امام در, در مسیر ما مذاهب بینهایت داریم از تنه اسلام جدا می شدن هر یکی بنا به احوا و خواهشات نفسانی خودشون و اینجا بود که علما و اندیشمندان ما مجبور بودند که به این مسائل در ابیات شعرشون به صلاح وقتی که در توصیف یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشاراتی کنند تا نکند جامعه راه به انحراف ببرد و الان وقت اون رسیده است که ما از این انحرافی که جامعهمون دست گریبان هست نجات پیدا کنیم و برگردیم به اصالت اصلی خودمون به شناخت خودمون در پرتوی قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم